وکیل محترم باشگاه گلگهرم همراه ما هستن روی خط. قربان سلام، شبتون بخیر. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دو بزرگوار آقای میر و توتونچی، در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم. آقا نکته ای دارین که بخواید در ادامه صحبت های آقای شریفی بهش اشاره کنید؟ بله، من اول تشکر میکنم از آقای شریفی که خب سعی دارن موضوع رو روشن‌تر کنن تا انشالله بینندگان عزیز هم در جریان موضوع قرار بگیرن. ببینید این بند 271 که الان اشاره شد مجدد بهش و بحث تایید دپارتمان بین‌الملل، این خیلی روشن کننده موضوعه. حالا به چه دلیل ما به راحتی از کنارش رد میشیم و میگیم نه تایید با دپارتمان بین‌الملل نیست؟ من واقعا متوجه نمیشم. بند 271 صراحت هم میگه، میگه مسئولیت باشگاه چیه؟ مسئولیت باشگاه تهیه و ارائه مدارک. اما در ادامه چی میگه؟ میگه که این مدارک رو باید پس از تایید دپارتمان روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال به سازمان لیگ ارائه بده. پس از تایید چه کسی؟ اینو من روشن میگم، بینندگان زیادی دارن برنامه میبینن و قطعا متوجه موضوع میشن. یعنی یک بحثی نیستش که حقوقی صرف هم باشه، یک بحث عرفیه، از متن مشخصه. پس از تایید دپارتمان روابط بین‌الملل فدراسیون، پس تایید با چه کسیه؟ خیلی واضحه از این متن که تایید با دپارتمان روابط بین‌المللِ. دپارتمان روابط بین‌الملل هم ما یک نامه از باشگاه دادیم، بهش گفتیم که خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت بر اساس قوانین فدراسیون امکان یا عدم امکان اجازه بازیکن ما رو مطلع کنید از این موضوع. دپارتمان بین‌الملل یک نامه رو زیرش قشنگ پاراف کردن که سوابق فوق مورد تایید است. من چند تا سوال می‌پرسم، دوستان واقعا این رو دوستان بهش فکر کنن و مناسب جوابش رو بدن، نه که به راحتی بگذرن. اگر دپارتمان مسئول تایید نیست، پس چرا در دستور عمل گفته با تایید دپارتمان؟ سوال یک. سوال دو، اگر تایید با دپارتمان بین‌الملل نیست، خب چرا استعلام کرده از فدراسیون گابون؟ آقا تایید با من باشگاهه، به من نامه می‌زد گفت تایید با شماست، برو بررسی کن، نه اینکه مستقیم نامه بزنه گابون. خب وظیفه‌اش بوده تایید کنه که نامه بزنه. آقای حسین پور، آقای حسین پور عزیز جانم. الان دوستان آقای شریفی متن رو برای من فرستادن، در واقع پروتکل همین قراردادهای بازیکن‌های خارجیه به امضای آقای بهارمن رئیس سازمان لیگ. توی بند 14 گفته مسئولیت احراز اصالت هر گونه مدارک و با قراردادهای یا قراردادهای ارائه شده به عهده باشگاه به عنوان شخص حقوقی و مدیر عامل یا سرپرست یا مدیر و نماینده معرفی شده اون باشگاه به عنوان شخص حقیقی. این آیین‌نامه نقل و انتقالات بازیکنان خارجیه، این بند 14 و بعدش هم میگه که مسئولیت حسن اجرا و رعایت کامل این دستورالعمل به عهده مدیران عامل باشگاه است. یعنی توی همین بند و در واقع آیین‌نامه نقل و انتقالات بازیکنان خارجی اومده دقیقاً به امضای آقای بهارمن رئیس سازمان لیگ. خب من هستم خدمتتون. بله بله فهمید. یک دستورالعمل ابلاغ شد به باشگاه ها. این دستورالعمل صراحتا در خصوص جذب بازیکنان خارجی، این بند 271 که ما داریم میگیم در خصوص همون موضوع، در خصوص جذب بازیکن خارجیه. آخرین مصوبه ای که ابلاغ شده به باشگاه ها دقیقاً داره میگه تایید دپارتمان روابط بین الملل. من ناگهان یه بار دیگه اون سوالمو میپرسم، شاید روشن کننده است. اول اینکه اگر تایید با دپارتمانه، چرا نوشته تایید دپارتمان روابط بین الملل؟ خب اینو روشن کنن. دوم، اگر نیست چرا استعلام کردن؟ سوم، اگر با باشگاه، چرا به باشگاه نگفتن که باشگاه با تو تایید کنه؟ یک نامه، اصلا چیز راست راحتیه، ساده ایه، یک نامه ارائه بدن دوستان، بگن که آقا این نامه رو ما دادیم به باشگاه، گفتیم تایید با توه. کجا این اتفاق افتاده؟ ببینید باشگاه قرارداد با بازیکن منعقد نکرد تا کی؟ تا تاریخی که مسئول دپارتمان روابط بین‌الملل صراحتا نوشته سوابق فوق مورد تایید است. الان دوستان اومدن شأن دپارتمان آوردن پایین، میگن دپارتمان روابط بین‌الملل مسئول دریافت بوده، یعنی دبیرخانه بوده، دبیرخانه سازمان لیگ بوده. این درست اصلا؟ یعنی خودشون واقعا این اعتقاد داشتن؟ امروز که اختلافش اومده انگار این اعتقاد دارن و به راحتی گذاشتن کنار مسئولیت خودشون. استعلامی که کردن اصلا میگن نامه جعلیه. خب این نامه ای که بهش استناد کردن رو فدراسیون گابون فرسته بر فدراسیون ایران. کجای این روند باشگاه دخلی بوده؟ مگر استعلام مستقیم نگرفتن؟ خب استعلام کردن. میدونید بحث اینه که ما میخوایم شفاف روشن یک موضوع رو مطرح کنن. این که هی میگن 7 نامه جعلی بود، خب کجای این 7 نامه باشگاه دخیله؟ نامه ها مستقیم از گابون اومده برای ایران، حالا از ایمیل فیک بوده یا واقعی بوده در پاسخ به استعلام فدراسیون بوده.
من افسرشن که ما میخوام از چهار کشور دیگه هم استعلام کنیم. خب چرا رئیس صادر کردی؟ آقای حسین پور یه نکته دیگه، الان یه نامه دیگه دارم، آقای اسفندیارپور خطاب آقای بهاروند نوشتن احتراما پیرو نامه شماره فلان به پیوست مدارک و مستندات مربوط به بازیکن خارجی به نام آقای اریک، مطابق مصوبات و آیین‌نامه جذب بازیکن خارجی پس از دریافت تاییدیه‌های لازم از فدراسیون فوتبال گابون به عنوان معتبرترین نهاد فوتبالی کشور تقدیم می‌گردد. لذا خواهشمند است دستورات لازم در خصوص صدور کارت و مجوز بازی مذکور رو صادر کنید. آقای اسفندیارپور نوشتن مدیر عامل باشگاه در واقع گلگهر و استعلام گفته استعلام گرفته شده. بله بله. تو همین نامه‌ای که خوندم خدمت شما. خیلی ببین همین نامه صراحتاً چی گفته؟ گفته که پس از ما یه دقیقه زمان داریم. لازم از بله. فدراسیون فوتبال گابون که این تاییدیه رو گرفته، فدراسیون فوتبال ایران گرفته و مسئول روابط بین‌الملل هم ویل این نامه صراحتاً بیان کرده که سوابق مورد تاییده. این اصلا وظیفه‌ایه که همون دستورالعمل برای ما قرار داد. من یه لحظه این تیکر رو بخونم برای شما. یه دقیقه زمان داریم آقای شرف. بله بله. یه دقیقه زمان داریم. اگر حالا لازم دو هفته یک رو بخونم، میگه بعد از گرفتن تاییدیه ها این مدارک رو باید با تاییدیه ها به سازمان لیگ بده. ما تاییدیه رو از فدراسیون گرفتیم، نامه رو ما همون 13 هم گرفتیم. این نامه امروز به دست ما نرسیده با تایید خانم اسدی، همون تاریخ تایید که شد ما گرفتیم کپی رو و همین رو ارائه دادیم به سازمان لیگ که آقا تایید فدراسیون اومده. فقط من نکته دیگه که عرض کنم اینه که ما در موارد مشابه رویای دیگر رو دیدیم، باید یه مقدار روی این مسئله دوستان توجه کنم و اگر هم فکر می‌کنن این دستورالعمل روشن نیست، تفسیرش با هیئت رئیسه سازمان لیگ بوده، نباید به این راحتی رأی رو صادر می‌کردن. یک مقدار باید در منتظر چند بار خواستم به ما مهلت بدید، ما مهلت بیشتر گفتن دو روز وقت داریم و این دو روز قطعاً کافی نبود. بله، حالا دیگه منتظر باشیم کمیته استیناف تشکیل بشه ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته. مهدی نکته‌ای داری؟ من فقط یه نکته دیگه عرض کنم. بله بفرمایید. خیلی کوتاه، خیلی کوتاه. بله خیلی کوتاه. 5 ثانیه. بازیکن مجاز در بند 7 زیر تعاریف، تعاریف مقررات نقل و انتقال تعریف شده. میگه هر بازیکن فوتبال که از نظر فدراسیون مجاز به شرکت در مسابقات باشه، وقتی فدراسیون تایید میکنه بازیکن میشه مجاز. تاییدیاش هم خود فدراسیون گرفته، باشگاه دخیل نبوده و بند 8 ماده 32 مقررات نقل و انتقال هم صراحتن میگه تا زمان اثبات تخلف اصلا بازیکن غیر مجاز نیست. یعنی فرض کنیم تخلفی هم باشه، این بازیکن غیر مجاز نیست، نمیشه بازی ها سه هیچ شه. اصل یک پارچگی فیفا رو دوستان باید مطالعه کنن. یک پارچگی به این معناست که جدول نباید تغییر کنه. بله بسیار. الان ما میبینیم جدول تغییر، آیا آلومینیوم مرک ضرر نکرده؟ از همین موضوع ضرر کرده. این یک پارچگی مسابقات رو زیر سوال میبره.